سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی دفاع از حقوق بشر ای رسمی صادر کرد در بخشی از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبارشی رسید آمده به بهانه روز جهانی دفاع از حقوق بشر کشورهای مختلف جهان را به پایبندی به حقوق و کرامت انسانی بر پایه آزادی، عدالت و صلح دعوت می‌کنیم تلاش ها برای دستیابی حقوق بشر امروزه در مسیر مبارزه خود برای تحقق اهدافش حضوری فعال در عرصه و میادین مختلف دارد در ادامه این بیانیه که خطاب به سازمان های مختلف حقوقی در جهان و رهبران و سران کشورهای مختلف منتشر شده آمده بر شما لازم است که در مسیر تحقق حقوق بشر گام بردارید به ویژه اینکه از تعیین روز جهانی حقوق بشر هفتاد سال زمان می گذارد. این بیانیه می روز جهانی دفاع از حقوق بشر مناسبتی است که دفاع از کرامت انسانی بر پایه آزادی، عدالت و صلح را بر همگان لازم می دارد تا همه انسان ها بدون تبعیض نژادی، جنسیتی، قومی، دینی، مذهبی و زبانی بتوانند حقوق اساسی خود را تأمین کنند اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که سالگرد این روز جهانی در حالی امسال برگزار می شود که بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشورهای مختلف جهان را فرا گرفته است. در بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده همچنین آمده به صرف دادن شعار در دفاع از حقوق بشر حقوق بشر تحقق نمییابد لذا ما شاهد افزایش مشکلات و درگیری و جنگ در نقاط مختلف جهان هستیم در ادامه این بیانی آمده با توجه به پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی‌های مانند موبایل اینترنت های اجتماعی و غیره این ابزار می‌تواند وسایل بسیار مفیدی در زمین انتشار و تحقق حقوق بشر در سراسر جهان باشند به خصوص اینکه افراد می توانند با استفاده از این ابزارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به حرف هم دیگر گوش دهند و از نظرات افراد مختلف مطلع شوند و یکدیگر را از حقوق بشر با خبر کنند در بخش پایانی بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده آمده دفاع از حقوق بشر و گام برداشتن برای تحقق آن وظیفه همگانی است و باید همه توانایی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برای تحقق این امر مورد استفاده قرار گیرند تا صلح و امنیت در جهان برقرار گردد.